سلام، حالتون چطوره؟ تصمیم گرفتم از این به بعد یک سری ویدیوها رو در آخر هر ماه منتشر کنم که به سریال های مهمی که هر ماه میخواد ریلیز بشه اشاره کنه. اولین ویدیویی که در این مورد ضبط میکنم مربوط به سریال هایی که در ماه ژوئن قرار منتشر شد. خب میدونیم که هر ماه خیلی سریال ها منتشر میشن. سریال ها تعدادشون واقعا زیاده، شبکه ها خیلی زیاد هستن. ولی تصمیم گرفتم تو این ویدیوها مهمترین سریال هایی که هر ماه منتشر میشه رو بخوام معرفی کنم. نمیخوام به همه سریال رو بپردازم، ولی ترجیحاً به سریال های اشاره میکنم که خیلی مخاطب های بیشتری دارن و توجه رو به خودشون جلب میکنن. بریم ببینیم چه خبره. یکی از مهمترین سریال هایی که توی ماه ژوئن قرار منتشر بشه فصل سوم سریال دبیر هست. سریال دبیر داستان یه آشپز به اسم کارمن رو روایت میکنه که تصمیم میگیره به خونش در شیکاگو برگرده تا کنترل مغازه ساندویچی که کسب و کار خونگیشون مشروم میشه رو اداره کنه. اما این وسط با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه میشه که کلیت سریال رو تشکیل میده. شاید بد نباشه نکته رو بدونید که فصل اول سریال دبیر نامزد 13 جایزه امی از جمله بهترین سریال کمدی سال شد. برای همین خیلی ها منتظرن ببینن که فصل سوم این سریال آیا میتونه موفقیت فصل های گذشته رو تکرار کنه یا نه. سریال دیگه که توی ماه ژوئن منتشر میشه فصل دوم خاندان اژدها است. همونطور که میدونید این سریال یک پیش درآمد در سریال گیم آف ترونز هست که اتفاقاتش به 300 سال قبل از اتفاقات گیم آف ترونز برمیگرده. فصل اول سریال خاندان اژدها محبوبیت زیادی رو کسب کرد. توی ایران خودمونم خیلی ها طرفدار این سریال شدن و تنها ایرادی که به سریال وارد دونستن اینه که از اون جنگ های حماسی خبری نبود که به نظر میرسه با توجه به اتفاقات فصل اول توی فصل دوم یک سری جنگ های حماسی رو داشته باشیم که جذابیت سریال رو دوچندان کنه. یکی دیگه از سریال های محبوبی که توی ماه ژوئن منتشر میشه فصل چهارم سریال The Boys هست. داستان سریال هم در مورد ابرقهرمان است، اما نه به شکلی که اونا رو میشناسیم. توی سریال بویز ابرقهرمان ها افراد فاسدی هستن که تحت کنترل شرکت به اسم وات اینترنشنال قرار دارن و از این طریق ازشون سری سوء استفاده میشه. توی ادامه سریال هم با یه سری گروه مواجه میشیم مثل گروه 7 و گروه بویز که در واقع گروه بویز سعی دارن که اون ابرقهرمان ها رو کنترل کنن و یه نسخه آدمیزادتر از اونا در بیارن. The Boys تو ایران هم طرفداران زیادی داره و خیلی از الان منتظرن که فصل چهارمش آغاز بشه. از اطلاعاتی که برمیاد اینه که فصل چهارم هم در 8 قسمت ساخته شده و نکته جالب اینه که فصل پنجم در زمانی که فصل چهارم هنوز منتشر نشده آماده ساخته و به نظر میشه که اتفاقات سریال هنوز به پایان راهش نرسیده. آخرین سریالی هم که تو این ویدیو میخوام معرفی کنم سریال بیگناه فرضی با بازی جک جیلنهال هست. داستان سریال هم در مورد یک دادستان شیکاگو به اسم راستیه که متهم به قتل یکی از همکارانش شده و ماجراهای مختلفی رو رقم میزنه. با توجه به حضور جک جیلنهال در نقش اصلی سریال به نظر میرسه که سریال جدید اپل تیوی پلاس بتونه طرفداران زیادی رو به خودش جلب کنه و باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا این سریال میتونه به پای نسخه سینمایش برسه یا خیر. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که سریال های خوبی ببینید. دم شما گرم و خدا نگهدار.